بیش از نه سال است که آوارگان سوری که تعدادشان نزدیک به دو میلیون نفر است مهمان کشور لبنان هستند حالا اما دولت لبنان تلاش می کند با هدف کاهش مشکلات داخلی و اقتصادی خود آوارگان سوری را به کشورشان بازگرداند همکار عملی بری گزارش می دهد. دولت لبنان از بررسی روش انتقال امن آوارگان سوری به کشورشان خبر داد روزنامه القدس العربی در گزارشی نوشت اسام شرف الدین وزیر مهاجران در دولت موقت لبنان گفت ما قصد داریم از روش انتقال امن آوارگان سوری به کشورشان استفاده کنیم چرا که تعداد کسانی که برای بازگشت به کشورشان داوطلب شدند در مقایسه با تعداد موجود در لبنان زیاد نیست محمد الشیخ خبرنگار سوریه مقیم لبنان گفت روش انتقال امن به معنای ارتباط با نظام سوریه برای بازگشت آوارگان با نظارت یک طرف سوم که زامن بازگشت باشد است. تعداد آوارگانی که خواهان بازگشت داوطلبانه هستند کمتر از هزار نفر است. وی گفت چند پرونده از جمله نشسته بروکسل هفت که چهاردهم و پانزدهم ژوئن برگزار می شود و حمایت مالی از لبنان برای میزبانی از آوارگان سوری در پرونده پناهندگی سوری ها در لبنان نقش دارد. نجیب میغانی نخست وزیر موقت لبنان اخیرا اعلام کرد که قصد دارد پرونده آوارگان سوری در کشورش را به نشست بروکسل که درباره مسائل انسانی و مسائل مربوط به سوری هاست منتقل کند. در بیانیه صادر از دولت لبنان آمده این نشست درباره از حمایت مالی و سیاسی از همسایگان سوریه به ویژه لبنان، اردن و ترکیه مصر و عراق است. سیاست لبنان درباره پرونده پناهندگی بعد از پایان نشست بروکسل روشن می شود. و ای افزایش اظهارات مقامات لبنانی درباره آوارگان را به نزدیک شدن جلسه انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان ربط داد و گفت اظهارات دولتی تلاشی برای تاکید به پایبندی به روش انتقال آوارگان سوری است این در حالی است که اطلاعات نشان می دهد دولت در این پرونده سرگردان است. این ماه برای لبنان سخت ترین ماه خواهد بود. در این راستا آیا مجذوب معاون مدیر دفتر منطقه خاور میانه و شمال آفریقا در اف بین الملل گفت نباید اجازه بدهیم آوارگان به مکانی بازگردند که در آن زندگیشان در معرض خطر قرار گیرد. بسیار نگران کننده است که ارتش را ببینیم که سرنوشت آوارگان را بدون احترام به زمانتهای قانونی تعیین می کند و باید از آوارگان در لبنان در برابر عملیات اخراج غیرقانونی حمایت به عمل آورد. علی اکبری اخبار شیعه